خط یک ماست و فردین از استرالیا روی خط دو. طاهر یکی از بیننده های ما در صحبت هایی که میکرد معتقد بود که این عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی مشخصا نشون میده که آمریکا حسن نیت نداره، حالا که قرار روابط ایران و آمریکا یه جوری دیگه بشه و فصل تازه باز بشه، این نشان از عدم حسن نیت آمریکا است. تو موافقی؟ نه، من کاملا مخالفم. من با صحبت های آقای کوروش معذرتی ببخشی سلام میکنم خدمت شما سلام. و همه بینندگان عزیز خسته نباشید بهتون میگم، ولی من با صحبت های آقای کوروش کاملا موافق هستم. ما نباید فراموش بکنیم درسته 35 سال پیش اینا حمله کردن به سفارت آمریکا و اون بلاها رو به سر گروگان ها آوردن و هنوز هم دارن کرامت صحبت اون پرداخت میکنن، ولی حمله به سفارت انگلیس که همین چند وقت پیش رخ داد یا هنوز هم که هنوزه، ایران اگر مجبور نبود به خاطر غنی‌سازی اورانیو اصلا با آژانس شفاف نبود و هیچ جور رو نمی کرد اصلا مسائل غنی‌سازی اورانیو می شد. چرا ما نباید این رو فراموش بکنیم؟ آمریکا هم به فکر منافع خودش و امنیت مردم خودش هست، این هم کاملا طبیعیه. ما الان نباید این رو فراموش بکنیم که هنوز هم سرداران سپاه ما که داران سمت و قدرتی هستن در کشور ما جز لیست سیاه هستن که اجازه ندارن از کشورش خارج بشن. آره، به موارد دیگه هم اشاره شد، به کودتای 28 مرداد بیننده های ما اشاره کردن، توی کامنت هایی که نیما میخوند به اون هواپیمای مسافربری اشاره شد. نظرت راجع به اینا چیه؟ ببینید، خب نمیشه گفتش که تاثیر بودن تو کودتای 28 مرداد، ولی قضایای خیلی متفاوت به طور رسمی اسنادی منتشر شده که دست داشتن در این زمینه. حالا اینا رو همه رو روی هم بذاری فکر میکنی که تاثیرش چی بوده؟ الان چجوری باید مدیریت بشه این روابط؟ به نظر من ببینید، هرچند که آمریکا هم به فکر منافع خودش و طبیعتا به فکر منافع خودش و کشورش هستش و اون چیزی رو تصمیم میگیره که منافعش در خطر نیفته، اگر الان هم نشسته بر سر موزه مذاکره با ایران، در این برای نمیشه که گذشته ایران رو فراموش کنه و همچنین حال ایران رو. شما الان فکرشو بکنید که ایران هنوز از نظر حقوق بشری کشور امنی نیست و کسانی دارن این تصمیم گیرنده هستن که آدمهای تندرو و اصولگراها هستن. اونها هستن که تصمیم میگیرن چه کسی نماینده باشه بره توی سازمان ملل و یا اینکه اصلا امور رو در دست بگیره. اینا نباید فراموش بشه، قدرت در دست اصولگراها هست و آمریکا با همین مخالفه. فقط ایران در دولت آقای روحانی خلاصه نمیشه، هرچند که آقای روحانی هم چنان اصلاح طلب هنوز هم اصولگراها در داخلشون هستن. ممنونم ازت، متشکرم. تا رفته ایران و آمریکا سر میز مذاکره هنوز نشستن. فردین از استرالیا، تو هم نظرتو بگو. مریم خسته نباشید. فکر میکنم تمام دوستان ما به تمام جوانب به نوعی اشاره کردند. من خیلی خلاصه چون وقتم زیاد نیست. ممنونم. ما یه مسئله حقوقی داریم که شما ازش صحبت میکنید. آمریکا الان ایران فرستاده نماینده‌هاش رو به نیویورک که با اون بخش حقوقی سازمان ملل صحبت بکنن و فشار بیارن به آمریکا از طریق تعهدات حقوقی آمریکا. دولت ایالات متحده و سازمان ملل قراردادی داره سال 1947، این قرارداد بین سازمان ملل و آمریکا نقش انجام شده و طبق اون قرارداد سه تا بخشش کاملا اینجا ربط داره به این موضوع. بخش 11 میگه که ایالات متحده قوانین داخلیش محلی